بمباران سنگین کنسولگری رژیم در دمشق و هلاکت 7 تن از سرکردگان سپاه از جمله سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی از سوی برخی عناصر در درون رژیم به عنوان سنگین ترین ضربه بعد از هلاکت قاسم سلیمانی و یک نقطه عطف در جنگ غزه که 6 ماه از شروع اون میگذره ارزیابی شده و برخی دیگه هم اینطور پیش بینی میکنن که این بحران به زودی فروکش نخواهد کرد. از سوی دیگه خامنه‌ای و رئیسی و دیگر سردمداران رژیم هم مثل همیشه تهدید به انتقام کردند. این شکست قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد. این تلاش‌های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن که البته سیدیشو خواهند خورد. این کارها هم به دردشون نمیخوره و علاج نمیکنه مشکلشون رو. اونها در یک تله‌ای افتادن به دست خودشون. خودشون رو در یک تله‌ای انداختن که امکان نجاتشون وجود نداره و روز به روز رژیم ضعیفتر خواهد شد و به زوال و انهدام انشاءالله نزدیکتر خواهد شد و امیدواریم ببینند جوانهای امروز ما اون روزی رو که قدس شریف در اختیار مسلمان هاست و در اون نماز خواهند گذارد و بتوانند دنیای اسلام بتوانه انشاءالله نابودی اسرائیل رو جشن بگیره. بله، اما سوال اصلی اینه که چه عاملی باعث شد که طرف حساب‌های خارجی که در شروع جنگ رسماً بر دست نداشتن رژیم در جنگ غزه تأکید می‌کردند، اکنون پیاپی رژیم رو هدف قرار میدن؟ همراه میشیم با آقای علیرضا مدنچی در استودیو. به شما سلام، خوش آمد میگم آقای مدنچی. ابتدا می‌خواستم ارزیابیتون رو بشنویم از صحبت‌های امروز خامنه‌ای و واکنش‌های دیگر سران رژیم. با سلام به شما. خب همونطور که الان شنیدیم، خامنه ای از یک واکنش خیلی تند و مثلا شاخشونه کشیدن زیاد خودداری کرد و تنها به این اکتفا کرد که سیلی خواهند خورد و راجع به کم و کیفش هم چیزی نگفت. خب اینجا چیزهای مختلفی مطرح میشه که آیا این به معنی اونه که قصد داره یک ضربه مثلا کاری وارد بکنه یا نه؟ چنان که از ظاهر این حرف هم پیداست، رژیم قصد نشون دادن واکنش خیلی سخت و تند و اینهایی نداره و میخواد که این رو از سر بگذرونه، مثل همونطور که در جریان قاسم سلیمانی عمل کرد با همون چیز عین الاسد و اینا، با اون حمله نمایشی که به عین الاسد گفت کردم و گفت که انتقام سخت گرفتیم و اینا. به هر حال رژیم بر سر یک دوراهیه. این رو هم تحلیلگران خارجی میگن، رسانه‌های خارجی و خبرگزاری‌ها میگن و هم در داخل رژیم حتی با همین عبارت بر سر دوراهی ازش صحبت میکنند و هر دو شق برای رژیم خیلی خطرناک ناگواره. از یک طرف روزنامه‌های امروز که من نگاه می‌کردم، بیشتر روزنامه‌ها در واقع هشدار میدن به اینکه این اقدام اسرائیل یک اقدامیه برای تحریک کردن ما، برای کشوندن ما به جنگ و تیترایی هم که بود حاکی از این بود که مثلا تیتری بود که اسرائیل میخواهد ایران را به جنگ بکشاند یا اسرائیل برای ما دام پهن کرده. همین حرفی که الان ما از خامنه‌ای شنیدیم که اونها در دامی افتادن که خودشون ازش رهایی ندارن و اینا، همین کلمه دام و کلمه تله رو گاهی روزنامه خودشون برای رژیم به کار میبرن که رژیم خب در یک مخمصه و چیزی گیر کرده و این دامی که نباید ما درش بیفتیم. همونطور که گفتم هر دو شق این برای رژیم خطرناکه. اگر دست به اقدام بزنه همونطور که روزنامه ها میگفتن و تحلیلگران رژیم، خب یعنی همین چیزی که تا الان رژیم ازش اجتناب کرده و تمام مواردی که به پاسداران، به سرکردگان پاسداران در سوریه حمله کرده بودن، رژیم از همه اونها در واقع صرف نظر کرده و گذشته از اونها و
همین وعده های انتقام سخت و اینکه نمیدونم کاری میکنیم که پشیمون بشن و اینا رو از سر گذرونده. ولی خب این چیزیه که با خیلی فراتر از حملات قبلیه، قبلی که سید رضی موسوی رو زدند در مثلا سوریه، گفته شد که این فرمانده لوجستیک سپاه پاسداران بوده و لوجستیک جنگ رو به عهده داشته. اما خب الان کسی رو زدن که میگن که نفر اول رژیم در اون منطقه بوده، همین پاسدار پاسدار زاهدی، بله، با همه مثلا اعضاش. و این ضربه خیلی غیر قابل صرف نظر کردنه و ضربه خیلی سنگینی هست. اما از اون طرف هم اگر رژیم بخواد به این مسئله رو باز مثل دفعات قبل اثر رد بکنه و با همین وعده هایی که عمل نکرده تا حالا ازش بگذره، خب دیگه اون وقت باید منتظر ریزش نیروهاش باشه. همین الان نیروهای رژیم خب خیلی برانگیخته هستند و صراحتا میگن و تو روزنامه‌هاشون می‌نویسند که مثلا این آخوند رسایی که نفر دوم یا سوم لاتاری انتخابات اخیر مجلس بوده، این در حساب ایکس خودش نوشته بود که مسئولین محترم، دیگه حالمون از این که ما در زمان مناسب و مکان مناسب پاسخ میدیم، حالمون داره به هم میخوره. خب ببینید این حرف مثل رو مثل رسایی وقتی چه این حرفی بزنه، بله، این مسئولین محترم منظور کیه؟ معلومه که منظور نمیدونم سلامی و رئیسی و اینا که نیستن، که اینا که خودشون تصمیم نمیگیرن، که این مستقیم اصابت میکنه به خود خامنه ای. و الان توقعات نیروهای رژیم از خامنه ایه و تو تظاهراتی هم که در میدان فلسطین برگزار کرده بودن، نیروهای رژیم همین حرف رو میدادن که سلامی از تهران، موشک بزن به جولان و یه همچون انتظاراتی هست. این انتظارات نه تنها از پایین بلکه در بالای رژیم هم همونطور که عرض کردم، کسی مثل رسایی که خالص شده به سراغ همین مهندسی انتخابات هست، اون میادی هم چرفی میزنه. و وقتی که پاسخ به این داده نشه، اون وقت رژیم دچار فروپاشی میشه، یعنی این نیروهایش از هم میپاشن و خیلی عواقب وخیمی براش داره. در روزنامه های امروز باز میخوندم که گفته بودن که ما این اقدام اسرائیلی که اقدام خلق السائر بوده، بلکه ضرباتی که قبلا زده و دیده که واکنشی ما نشون ندادیم، قدم به قدم جلو اومده و این بار وقتی که کنسولگری ما رو میزنه که در عرف دیپلماتیک به معنی خاک اون یک کشور هست، سفارتخانه یا کنسولگری کشور، الان معلوم نیستش که دفعه بعد فرماندهان و مقامات ما رو در داخل خود کشور، در خاک ایران مورد حمله قرار ندن. خب این چیزایی است که رژیم باید در محاسباتش در نظر بگیره. به هر حال هر کدوم از این دو راه رو که به رژیم بره، یا اینکه اقدام به یک واکنش شدید بکنه و اونطوری که خامنه‌ای وعده میداد سیلی بزنه و از پشیمان بکنه و اینا، یک اقدام پشیمان کننده، خب این در واقع استقبال از همون خطر جنگی که تا الان رژیم سعی کرده ازش پرهیز بکنه. اگر نیابتی‌هاش هم بخواد وارد بکنه فرقی نمی‌کنه. باز اینجا باید گفتش که نیابتی های مثلا مثل حزب الله، آیا حزب الله حاضر میشه که دست به یک اقدام شدید بزنه و خودش رو در معرض حمله اسرائیل قرار بده؟ خب این خودش یک سواله که آیا اینقدر به اصطلاح حرف شنوی از رژیم داره که بخواد خودش رو سپر بلای رژیم بکنه؟ بگذاریم که اگر حزب الله تنها به اصطلاح نیروی مؤثر رژیم الان در منطقه است، رژیم باز اگر روی حزب الله هم بخواد ریسک بکنه، مثل همون ریسک جنگ هستش، فرقی نمیکنه. یا اینکه نه، سرش رو زیر میگیره که به همین تهدیدات تو خالی و اینا اکتفا میکنه، که اینم خطرش همونطور که عرض کردم ریزش شدید نیروهاشه که از همین الان هم در واقع با انتظارات اینا مواجه هست. سایت ها و روزنامه های رژیم که جای خود دارن، حتی در تلویزیون رسمی خود رژیم، این مجریای تلویزیون رژیم هستن که
میان انتظارات خودشون رو مطرح میکنن و میگن که امیدواریم که این دفعه مثل عین الاسد یک چیز فرمایشی و نمایشی و اینا نباشه، واکنششون بدیم و این بار اگر که واکنششون ندیم ضربات باز مهلکتر و بدتری مورد انتظار هستش. آقای مددچار، فکر میکنی این واکنشی که امروز خامنه ای داشت پاسخگوی انتظارات نیروهاش هست؟ نه خیر، به هیچ وجه. خب رژیم میتونه اینجوری بگه که ما واکنششون خواهیم داد، اما اگر این طولانی باشه، طول بکشه و اینا و مکول بکنه به یک آینده نامعلومی، خب این باز دردی از خودش خواهد داشت روی زشت. بله، تأثیرات خودش رو بر روی نیروهای خودش خواهد داشت. از نیروهای رژیم هم که صحبت میکنیم، چه نیروهای پاسدار در درون خود رژیم، چه پاسداران رسمی رژیم، چه نیروهای نیابتیش. نیروهای نیابتیش هم از این مثلا انفعال و بیعملی رژیم ضعف میگیرن، سیگنال ضعف میگیرن، علامت ضعف میگیرن و اونها هم شروع به ریزش خواهند کرد. ببینید چی بیننده در اثنای صحبت‌های شما پرسیده که آیا درسته که اسرائیل نمیتونه پایان دادن به حضور حزب الله و حماس در کنار کشورش رو نادیده بگیره و تلاش میکنه نیروهای تروریستی و نیابتی رژیم رو نابود کنه؟ در مورد حزب الله دقیقاً نمیدونم که آیا به هر حال اسرائیل حزب الله رو تحمل میکنه آنچنان که تا الان کرده یا نه، ولی آنچنان که مقامات اسرائیل میگن، به خصوص نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، بعد از اون حمله مثلا 7 اکتبر دیگه امکان همزیستی و اینکه حماس رو در کنار خودش تحمل بکنه وجود نداره. اینها بارها به این گفتن، تکرار کردن که هدف ما نابودی حماسه، چون با وجود حماس ما هیچ امنیتی نداریم. اینکه حالا بتونه این کار رو بکنه یا نه سوال بعدیه، ولی نه، اسرائیل حتما که حماس رو تحمل نخواهد کرد و به جنگ خودش ادامه میده، همچنان که تا الان بوده اون این جنگ افروزی رژیم با این به اصطلاح چشمانداز بود که مثل اون جنگ 22 روزه، مثل جنگ 33 روزه یک جنگ کوتاه مدتی خواهد شد و عواقبش رو رژیم میتونه ازش فرار بکنه و دوچارش نشه. اما الان 6 ماه میگذره و این هیچ چشماندازی برای پایان جنگ وجود نداره، بلکه چشماندازی که هست حاکی از ادامه جنگ و بدتر شدن. الان که چشماندازها حاکی از اینه که اون همون آتش جنگ داره به دامن به طرف رژیم داره برمیگرده. این همون چیزی است که رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی بلافاصله بعد از همین حمله 7 اکتبر گفتن، مهر ماه، گفتن که این آتشی است که به دامن رژیم به سر برمیگرده و رژیم از اون گریزی نداره و ناچاره که عواقبش رو تحمل بکنه. و الان می‌بینیم که هر چه می‌گذره این آتش به جانب رژیم نزدیک‌تر میشه و گفته بودن که تا وقتی سر مار در تهران هست هیچ صلح و آرامشی متصور نیست. به نظر میاد که الان همه طرف‌های درگیر در جنگ غزه دارن به همین نتیجه میرسند و این دینامیسم قضیه رو نشون میده که هر چقدر هم رژیم تلاش کرده که مانع از این بشه که آتش به سمتش بیاد، ولی میبینیم که خارج از ارادشه و این آتش داره به سمتش حرکت میکنه و میاد. همونطوری که شما هم در مقدمه صحبتتون گفتین، حتی در آمریکا هم هیچ تمایلی نبود که این آتش گسترش پیدا بکنه و یک جنگ منطقه‌ای به وقوع بپیونده، اما این خارج از اراده هم آمریکا، هم رژیم، هم اسرائیل. آتش که برافروخته شده دیگه این مهارش دیگه دست مثلا طرف‌ها نیستش، این آتش منطقه خودش رو داره، به خصوص که وقتی به این نتیجه می‌رسن که بدون اینکه سربار در تهران هدف قرار بگیره صلحی و آتش‌بسی متصور نیست. من بعدن چی می‌خواستم به پیامدهای این ضربه بیشتر نگاه کنیم، چون شاهد این بودیم که حتی روی افزایش نرخ دلار هم توی ایران تأثیر گذاشت. بله، طبعا این آثار و پیامدهای بسیار شدیدی داره، هم در زمینه اقتصادی، در زمینه اجتماعی و هم در درون رژیم و در سطح بین المللی. در همین 2-3 روزه‌ای که از این قضیه می‌گذره،
هم دلار یک مرتبه 2000 تومان به قیمتش افزوده شد و مرز 60000 تومان رو هم پشت سر گذاشت. حتما اگر که با این وضعیتی که هست شرایط تیره و تارتر بشه، شرایط جنگی بیشتر به سه حاکم بشه بر منطقه و همین آتش به جانب رژیم بیشتر تمایل پیدا بکنه، حتما که این وضعیت اقتصادی به همین ترتیب خواهد بود. این وضعیت اقتصادی منعکس میشه بر روی وضعیت اجتماعی، یعنی این گرانی ها و این همه فشارهای اقتصادی، خب مردم دیگه طاقتشون فی الواقع تاق داره میشه، کمان که در همین روزهای اخیر شاهد این هستیم که چطور اعتراضات اقشار مختلف مردم بالا گرفته، از کارگران، از بازنشسته ها و این بار که حتی کارمندان بانک رو هم فرا گرفته. به خصوص که وقتی که رژیم یک همچین علامت ضعفی از خودش نشون میده، هم ما از به اصطلاح ریزش نیروها وقتی صحبت میکنیم، بیانگیز شدن پاسدارها، خب این منعکس میشه در سطح جامعه هم، یعنی مردمی که به این ترتیب ضعف و ترس رژیم رو میبینن دیگه بیشتر برانگیخته میشن که رژیمی رو که تا الان با سرکوب مثلا تونسته بقای خودش رو حفظ بکنه، این رژیم رو هرچه بیشتر برانگیخته میشن و تشویق میشن که باش مقابله بکنن و راه قیام رو باز میکنه. ببینید خامنه ای که از جنگ غزه استقبال کرد، به سمت جنگ افروزی در غزه رفت، به این خاطر بود که با جنگ غزه، با همین کشته های غزه، یک سپر انسانی بسازه در برابر قیام، همچنان که با کرونا این کار را کرده بود. اما الان وقتی که این به ضد خودش داره تبدیل میشه و آتش به جانب رژیم، به آتش جنگ دامن رژیم رو هم میگیره، خب طبعا قیام ها بایستی در انتظار بود که بیشتر اوج بگیره و این چشمانداز بسیار خطرناکیه برای رژیم. از این مثلا دینامیسم جنگ که صحبت کردم، ببینید در همین روزها مشاهده بودیم بعد از این ضربه حماس اعلام کرد که این زاهدی به اصطلاح یک عنصر به اصطلاح خیلی کارا و کارآمد بوده در خود همین طوفان الاقصی، در جنگ غزه هم نقش استراتژیکی داشته. خب اون موقع خبرگزاری میزان هم تو این رابطه چیز نشون نمیخواد. بله، به خصوص وقتی خبرگزاری میزان هم این حرف رو میزنه، یعنی خود رژیم از اون چه که پرهیز داشت، از اینکه دائما میگفتش که ما دخالت نداریم در جنگ غزه و اینها با ابتکار خودشون حمله کردند و ما هم اطلاع نداده بودند و اینها. حالا چطوری که این خبرگزاری میاد اینو اینطور برجسته میکنه؟ این همون اجبارات رژیمی که گفتم. شاید به این ترتیب میخواد بگه که یک فرض اینه، به این ترتیب میخواد بگه که این اقدام اسرائیل در واقع اقدام تلافی جویانه بوده و انتقام جویی بوده، ما انتقاممون رو قبلا، همون حرفی که در مورد یعنی انتقام سخت رو نگیره، همون بله همون حرفی که در رابطه با این رضی موسوی گفتن که ما انتقام این رو گرفته بودیم و این اقدام اسرائیل واکنشی بوده به جانب ما، میتونه یک معنیش این باشه که خودش رو از با این ترتیب بخواد خودش رو از قید به سر یک اقدام تلافی جویانه و انتقام سخت خلاص بکنه. اما آیا نیروهای رژیم به همین قانع میشن؟ آیا معنی این همینه؟ به هر حال این اعتراف یک بار دیگه اون واقعیت این که سر مار در این قضیه هدف اصلی بایستی قرار بگیره و هدف اصلیه و رژیم نقش مستقیم داشته در طوفان الاقصی، وقتی که خبرگزاری رسمی رژیم، خبرگزاری میزان میاد این رو میگه، این هرچی بیشتر مهر میخوره. بله. آقای مدرسی، به من آخرین سوال میخواستم به قسمت دیگه از صحبت خامنه هم اشاره کنیم که گفته تاکید کردش روی راهپیمایی روز قدس امسال و فشار آوردن بیشتر روی اسرائیل. میخواستم سر این موضوع ابراز امیدواری کرده بود که خلاصه در کشورهای مختلف این برگزار بشه، حتی تو ایران هم گسترده تر باشه. این تفسیرتون از این قسمت صحبت خامنه‌ای؟ خب اینا دیگه برای خالی نبودن عریضه است. طی تمام این ماهای گذشته
در تمام، نه تنها در تمام کشورهای عرب اسلامی بلکه در کشورهای غربی تقریبا هر روز ما شاهد تظاهرات علیه جنگ بودیم. تنها کشوری که مستثنا بود بخش آمدن چی؟ این سوال که من دارم از شما بپرسم رو اینو هم یک هموطنی از داخل کشور هم پرسیده. بله من تاکید کنم رو. بله درود بر این هموطن، همین دارم عرض می‌کنم. من یه بار کامل بخونم. گفته بله. که خامنه‌ای چقدر روی راهپیمایی روز قدس به عنوان فشار سیاسی روی اسرائیل حساب کرده، چون امروز ابراز امیدواری کرد که این راهپیمایی در کشورهای دیگه هم به صورت گسترده‌تر برگزار بشه. با درود به این هموطن. اصلا کسی روی این هیاهو که حساب نمی‌کنه که داشتم عرض می‌کردم که این تظاهرات روز قدس آنچنان مفتضح و رسوا شده که حتی نیروهای خود رژیم هم رغبتی به شرکت در اون ندارن. در همین ماه‌های گذشته در همه کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه و حتی کشورهای غربی، اروپا، آمریکا شاهد تظاهرات ضد جنگ غزه بودیم الا ایران. بنابراین این تظاهرات روز فلسطین که آی روز قدس ما همه کشورها رو دعوت میکنیم در این شرکت بکنن، اینا تصاویر پارسال هم خیلی مفتضح بود، جسته خیلی مسخره ایه. بله پاسخ این ضربه خورد کننده و ضربه ای که خودشون گاهی وقتا ازش به عنوان ضربه استراتژیک اسم میبرن که تظاهرات نیستش، که اگر تظاهرات صورت بگیره و هیچ کاری صورت نگیره بی‌عملی رژیم رو بیشتر نشون میده و نیروهای رژیم رو بیشتر مایوس میکنه. سوال دیگه به دستم رسیده از بیننده، گفته که سکوت خامنه‌ای و بی‌عملیش در مقابل حمله به کنسولگری در دمشق چه پیامدهایی براش داره؟ شاید هنوز زود باشه که ما بگیم که از سکوت و بی‌عملی صحبت بکنیم. باید منتظر باشیم به این دلیل که سکوت و بی‌عملی هم به اندازه جنگ برای رژیم خطرناکه و هر دو وجه برای رژیم خطرناکه. باید ببینیم که در آینده چی کار میکنه، ولی هر کاری که بکنه رژیم بازنده استراتژیک این قضیه است. این حرف نه امروز ما، حرف 6 ماه پیش مقاومت ایران بوده که این بازنده استراتژیک این قضیه رژیم هستش. ممکنه که چند ماه هم طول بکشه، کمان که 6 ماه طول کشیده. بله. ولی در این اصل هیچ تردیدی نیستش. بله بسیار سپاسگزارم از شما مدنچی، از حضورتون در استودیو و همه نکات و توضیحاتتون. خیلی ممنون. متشکرم.